همکارانم مریم رحمتی از نیویورک و بابک اساقی از تل آویو همراه ما هستن. مریم، اول از تو شروع بکنیم و جزئیات نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل. خب پریسا، همونطور که مشاهده کردین دقایقی قبل جلسه شورای امنیت سازمان ملل به پایان رسید و رأی گیری دقیقا نیم ساعت قبل برگزار شد و نتیجه رأی از این قرار بود که 11 کشور رأی موافق دادن، 3 کشور رأی مخالف و 1 کشور هم رأی ممتنع. روسیه و چین تصمیم گرفتند که در مورد پیشنویس قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا از حق وتو خودشون به عنوان عضو دائم شورای امنیت استفاده بکنند و الجزایر هم به عنوان تنها عضو مسلمان شورای امنیت به این قطعنامه رأی مخالف داد و گویانا کشوری بود که به این قطعنامه یا پیشنویس قطعنامه در واقع رأی ممتنع داد. به هر حال قبل از اینکه این جلسه رأی‌گیری برگزار بشه ما دو سخنرانی داشتیم، یکی از طرف نماینده دائم یا سفیر دائم ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل و دیگری از سوی نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، که هر دو سخنرانی به گونه متفاوت بسیار جالب و حائز اهمیت بودند. نماینده آمریکا از اعضای شورای امنیت خواست که به این قطعنامه، پیشنویس قطعنامه در واقع رأی موافق بدن. او تاکید کرد، خانم لیندا توماس گرینفیلد، که این قطعنامه میتونه بر روی مذاکرات جاری در قطر میان مصر، قطر و ایالات متحده آمریکا با حماس و اسرائیل تاثیر بسیار مثبتی بگذاره و بتونه باعث این بشه که این مذاکرات به توافق بیانجامه. در مقابل وسیلی نبنز یا نماینده دائم اسرائیل در سازمان ملل در سخنرانی خودش تاکید کرد که در 6 ماه گذشته هر پیشنویس قطعنامه‌ای که به شورای امنیت سازمان ملل آورده شده که خواستار آتش بس فوری در غزه بوده از سوی آمریکا وتو شده و حالا آمریکا یک بار بیدار شده و اینجا اومده در مورد آتش بس فوری حرف میزنه. وسیلی نبنزیا گفت که این یک فریب به حساب میاد برای رای دهندگانی که قرار هست به زودی پای صندوق های رای برن در آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری و این بازی و یا سیاسی کاری ایالات متحده آمریکا است. پریسا، اضافه بکنم که امروز بعد از ظهر قرار هست که 10 عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل یک پیشنویس قطعنامه دیگری رو به شورای امنیت بیارن که معلوم نیست که آیا این قطعنامه از سوی کشورهای دائم در واقع تایید خواهد شد و به تصویب خواهد رسید یا خیر، ولی به هر حال این خبر هم حائز اهمیته. ممنونم از تو مریم. همزمان ما میدونیم که آنتونی بلینکن از صبح امروز در اسرائیل بوده و با مخصوصا وزیر جنگ کابینه اسرائیل و همچنین نخست وزیر این کشور دیدار کرده. بدون شک اسرائیل یکی از تنها ترین لحظات تاریخ خودش را طی میکنه و نه فقط دشمنان اون، بلکه هم اکنون بسیاری از دوستان نزدیک اون در غرب هم مخالفت خودشون را با سیاست های آقای نتانیاهو در غزه آشکارا ابراز میکنن. آنتونی بلینکن در حالی به اسرائیل اومد که خواهان آتش بس در نوار غزه هستش، خواهان این هستش که اسرائیل وارد رفح نشود و همچنین خواهان این هستش که پس از جنگ حکومت خودگردان فلسطینی حکومت را در نوار غزه به دست بگیرد، که همه اینها مخالف آنچه هستش که آقای نتانیاهو میخواد. اون نه تنها با آقای نتانیاهو دیدار کرد، بلکه با کابینه جنگ اسرائیل دیدار کرد، پس از اون با خانواده گروگانها به دقایقی گفتگو کرد و پس از اون هم به سراغ گانس رفت. بنی گانز یکی از اعضای ارشد کابینه هستش و کسی که به بنابر نظرسنجی ها از آقای نتانیاهو بیشتر رای خواهد آورد در حال حاضر در پس از انتخابات جدید در اسرائیل. او از آقای گانز خواسته که نتانیاهو را راضی بکنه که بتواند که مردم جنوب نوار غزه را در یک کرودور امنیتی به شمال نوار غزه بیاره. آنچه که یکی از بزرگترین مشکل ها در حال حاضر
جلوی پای این مذاکرات هست. حماس خواهان این هستش که همه نوار غزه از جنوب به شمال اسرائیل بیان شمال نوار غزه بیان آوارگان، که نتانیاهو با اون مخالفت میکنه و میگوید که در بین اونها میتواند بسیاری از افراد حماس بازگردند و دوباره هماهنگی ها را برای حمله به اسرائیل آغاز بکنند. ممنونم از هر دوی شما همکارانم، مریم رحمتی از نیویورک و بابک ساقی از تل‌آویو.